کاری سر چی شد؟ چطور شد ایران و مشهد و بعد این واقعه چطور اتفاق افتاد تا اون تلفنی که نصف شب به من کردید آرام صحبت میکردید گفتید من الان بندی هستم و درخواست کردید که اگر بتونیم هماهنگی بکنیم و کمکی انجام بشه. یه توضیح اولیه بدید. ما ایران سفرم و سفر تجارتی بود. تهران رفتم. در تهران با برخی از شرکت ها کارخانجات با اونا ملاقاتی داشتیم. میخواستیم که در باره مواد غذایی خوراکی معلومات بگیریم و ما بتانیم که از اونجا به آلمان مواد غذایی وارد بکنیم. تهران رفتم، از تهران اصفهان چند روز بودم، اونجا هم دوستای ما بودن. شیراز رفتیم، در شیراز هم دوستای ما بودن، افغانای خود ما بودن، با اونا چند روز بودم. و در نهایتش ما تصمیم گرفتیم که چطور ما میتانیم که یک انبار بگیریم و یک دفتر جور کنیم و ما بتانیم از مشهد کارهای تجارتی ما را شروع بکنیم و تمام معلومات ما را تکمیل کردیم. به این نتیجه رسیدیم که باید یک جای ما بگیریم و دفتر و پیش از او که ما دفتر را رجیستر کنیم ما باید یک دفعه آلمان بیایم، یک هفته در آلمان باشم و باز پس بر میگردم بیایم طرف مشهد. اونجا که وقتی ما به میدان رفتم، ما میدان میگیم شما فرودگاه میگیم، به فرودگاه که وقتی رفتیم در اونجا در ایمیگریشن و ما گفتن که شما ممنوع خروج هستین و به مو نماینده ترکیش ایرلاین خواستن، گفتن که آقای محمدی را شما از پرواز کسر بکنین و مو چمدان یا بیک اونا را پیش اونا بود را پس آوردن برام تحویل دادن، بوردن پاس گرفتن و ما شبم اونجا ماندم. برشان گفتم که مشکل چی هست برام نمیگفت، میگفتن که از تهران برام در سیستم رسیده که باید شما ممنوع خروج باشین، هیچ برام نمیگفتن. صبح شد، صبح برشان گفتم مشکل چی هست، گفت مشکل گذرنامه تان هست، پاسپورت تان مشکل است و ببینیم رسمیت شروع میشه ساعت 8 بجه شما میرین. 8 بجه شد، 9 و 10 و 11، خب بالاخره ساعت 4 بجه بود و 4 بجه به ما گفتن که شما آزاد هستین، میشن شما برین و سیستم گفت مکمل پاک شد که گذرنامه شما کدام مشکل نداره، شما بار بار ایران سفر کردین هیچ کدام مشکل هم نیست. و در اون گذرنامه ما دیگه کشورهای اروپایی لندن و کشورهای افریقایی زیاد سفر کردیم، کل پاسپورتم ویزا خورده بود، پاسپورت ما در دستم داد. گفتم آیا ما تکت بگیرم، بلیت بگیرم، اجازه دارم که امروز دمی پرواز که چند ساعت بار هستم و باز برم؟ گفت بله میتونی. بیرو آمدم، نان خوردیم، نان شام که دوستان شیشتیم، یک ساعت بعد از او پس در میدان رفتم، تکت که گرفتم در میدان باز در اوجه در امیگریشن که رفتم و نمود کسایی که دیشب بودن اونما باز هم اونجا بودن، یک لبخندم زدن، تبسم هم کردن، گفت باز اومدی؟ گفتم ولی باز اومدم، چی کنیم، این امی رای ماست دیگه، دمی راه باید بریم. باز که در سیستم پاسپورت ما را در اونجا داخل کردن، باز ممنوع خروج شده بودم، گفت شما سفر اجازه نداریم. باز زنگ زد ما را، باز از پرواز کسر کرد. چند دقیقه بعد شما را برد در یک اتاق، در اتاق ما را انداخت و شب در اونجا تیر کردیم. صبح ساعت 8 شب شما اینجا بود که به من تلفن کردی، درسته؟ شب دوم به من زنگ زدی. بله بله، در اونجا خوشبختانه تلفن پیش ما دو دانه تلفن بود، یک تلفن به اینا دادم و یک تلفن دیگه ایم که در او سیم کارت ایرانی بود و اینترنت بود قابل استفاده بود. یک تلفن او را امرای خود من نگه داشتم. داخل که من رفتم با شما هم تماس گرفتم، با شیخ صاحب هم تماس گرفتم، دوستا کسایی بودن و کلشان خبر دادم که من تلفن در دستم است، ارتباطاتم با بیرو وصل است، خب من تا من در توقیف است. من وقت مرا در یک اتاق در یک خانه انداختن و پشتم قلف کردن، هر یک ساعت بعد پلیس می آمد و می دید و پس یک سر می زد و پس می رفت. پلیس های میدان هوایی می فرودگاه پلیس های بسیار محترم بودن، خوب بودن، برخوردشان بسیار خوب محترمانه بود و حتی دوستانه بود. چون دیشب هم با ایشان چندین ساعت نشسته بودم با ایشان گفتم، تقریبا دوستانه شده بود. باز هر یک ساعت بعد می آمدن. صبح دیدم که ساعت 8:30 در حدود 8 و بین 8 و 9 بجه بود که دو نفر داخل شدن و ماسک زده بودن، ماسک خود که دور کردن، گفتن که ما دیپلمات های افغانستان هستیم و ما از تهران آمدیم. خود معرفی کردن و یکیش بود به نام نبیل انور، مولوی نبیل انور، و یکی دیگه بود به نام مولوی فیض رحمان عطایی. گفتن ما آمدیم اینجا که شما را کمک بکنیم. گفتیم کمک چی میکنیم؟ گفت پاسپورت شما مشکل داره، ما شما را کمک میکنیم، شما را ما میبریم کنسولگری افغانستان، چیز مشکل که پیش آمده
ما او را حل و فصل میکنیم. من گفتم من شما اصلا کمک نمیخوایم. ضرور نیست. باز گفت اتاقتان چطور از جایتان اتاقتان سرد نیست و گرم است و نانتان چطور بود غذایتان. من گفتم هیچ ربطی با شما ندارم. من شما را اصلا نمیشناسم. گفت ما دیپلومات های افغانستان هستیم. گفتم ما در افغانستان فعلا حکومت نداریم. کدام دیپلومات هستین؟ از جمهوریت هستین؟ گفت نه ما از امارت هستیم. گفتم ما به نام امارت هیچ کدام چیز را نمیشناسیم. برین پناهتان به خدا. اینا بیرو رفتن چند دقیقه بعد پس پلیس روان کردن و بایک ما را چمدان شما میگین او را گرفتن و همه چیز با خود بیرو بردن. ما باز دروازه را تق تق زدم با آقایی که در اونجا معذب بود و غالبا حسین رضایی بود، آدم بسیار خوب بود. باز گفتم بایک ما را شما بردین، امی طالبا که هست هزار فتنه را یاد دارن، اینا بسیار دمی شیطانت و منافقت و دسیسه بازی اینا بسیار پیش هستن. میترسم دمی بایک ما کدام چیز را نندازن در جنجال نمانم با تا که محکمه میشه و دادگاه میشه و در این سالهای سال تیر میشه. با او آقا گفتم اگر هر مشکل پیش آمد من در دادگاه سر خودت عارض میشم. گفت نه نه بایک که اینجاست. باز داخل هم شیشتم یک ساعت بعد مرا گفت که بیاین بیرو و شما آزاد هستید. وقتی که من بیرو اونجا رفتم ورق پیشروی من انداختم گفت پیر شما امضا کنین. دمی وقتی که من امضا میکردم یک دفعه دمی ذهنم گشت که بدون خواندن چطور امضا میکنی؟ چون مرا تمام شب استراحت نکرده بودم، خواب نکرده بودم، یک کمی که کانفیوز بودم، میخواستم امضا کنم. بعد از ذهنم گشت که یک دفعه بخوان. وقتی که او را خواندم میبینم داخلش امضای نمی دو نفر هم است که نبیل انوار و فیض رحمان عطایی. گفتم این دو نفر امضایش در اینجا چی میکنن؟ گفت دیپلمات هست شما با اینا میرین. گفتم من در اونجا سر اونا چیخ زدم که اصلا ما به اینا نمیرم. اینا دشمن ما هستن، اینا تروریست هستن، دهشتگرد هستن، انتهای بی‌رحم هستن، ظالم هستن، به اینا چطور ما برم؟ اینا خود افغانستان هر روز ده ها جوان ما را به نام اردوی نظام سابق و پلیس نظام سابق اینا کشته میرن، ما به اینا نمیرم. اینا گفتن نه ما اومدیم به خاطر که با شما کمک بگیم. گفتم ما از شما کمک نمیخوایم. با آقای رضایی گفتم که آقای رضایی اگر شما به خاطر آمدن این طالبا مرا رها میکنین من بهتر میپردارم که من 3 سال 10 سال در زندان ایران باشم. منگم به اینا ما نمیرم. از این که با ما اینجا خوب هستن. گفت خب شما میفهمین بین خود حرف بزنید. ما بین خود 6 نیم ساعت هر چی حرف زدیم ما به نتیجه نرسیدیم. بالاخره ما بازم اونجا اونا تلفن میکردن یک طرف دیگه طرف زنگ میزدن. بالاخره دمیل آبلا 1.5-2 ساعت تیر شد. دوستای ما آمده بودن اونجا، ما به اونا زنگ زدم، نامشان رو نمیگیرم که طالبا بسیار ظالم هستن، به اونا هم مشکل جور میکنن. اونا رو گفتم در کجا هستیم؟ گفت ما در دروازه خروجی هستیم. گفتم یا دیپارچر که میگن کسایی که خارج سفر میکنن. گفتم شما در این دروازه دیگه بیاین، در ارایول در اینجا بیاین، ما در اینجا هستم و کل مسافرها در میرا بیرون میشن. اونا که در اونجا آمدن ما با طالب آمدن که من بله گفتن برشون گفتن که طالبان با اونا در تلفن من گفتم طالبان اینجا آمدن شما خبر دارین که پشت ما آمده؟ گفت نه ما خبر نداریم. گفتم شما از بیرون چیز را ندیدین؟ گفت نه ما. گفتم طالبان داخل آمدن. گفت که وقتی که اونا اونجا آمدن من فکر میکردم فقط 2 نفر دیپلمات طالبان در داخل پیش ما آمدن. ما وقتی که بیرون شدم دیدم اینا 8 نفر بودن، 3 ماشین، 3 موتر، پلیت سفارت یعنی پلیت دیپلومات اینا پشت ما آوردن و یک ماشین شخصی بود. یک بود. چرا بیرون شدید شما؟ ما از خاطر بیرون شدم که اینا زیاد سر ما پافشاری میکرد. ما گفتم اگر ما بیرون شوم شاید اینا از ما دور شون و اینا کوشش میکردن که از یک رای دیگه ما را بکشن. ما از رای عمومی بیرون شدم که در اینجا مردم عام زیاد هستن. اگر مثلا اینا از زور استفاده میکردن که حداقل پلیس خود ما دیدم که ما را میگه برو امرایش. پلیس به ما میگه که امضا کرد که اینا دیپلومات های تان هستن و شما امرایشان برین. گفتم باش اگر بیرون مردم عام مرا کمک کنن. و بچه های ما بیرون منتظر بودن. بله بیرون که بر آمدم در اوجا بچه ها را دیدم، بچه های خود ما که دوستای ما هستن رفیقای ما هستن. گفتم الحمدلله بچه ها در اینجا رسیدن. بعد از اینکه طالبا فهمید که به ما قناعت دادن نتانستن، حال دیگه اینا از زور استفاده میکنن. اونا دست انداختن.
دست انداختن، از دست گرفتن، ما برشان نرفتم. بالاخره مرا حتی از گریوان گرفتن و گریوان مرا اینا قاره کردن، گریوان مرا در موجه اینا چیره کردن. ما گفتم به هیچ قیمت همراه شما نمیرم. باز خوب بود بچه های کمرای ما بودن، بچه های جوان ها بودن، اونا ماشاءالله قاسم محمدی بچه بسیار فعال و صدایش بلند شد و یعنی در برابر طالبان هم تو مثل یک اجدها برای خداوند در برابر اونا استادشان کردن و اونا مرا طالبان به زور کوشش میکردن در پیش روی میدان بین المللی، فرودگاه بین المللی مشهد، مرا در موتر خود داخل میکردن و ایده تمام دنیا میفهمه که اگر من در موتر اونا، در ماشین اونا میشیشتم، بعد از او خوب پلیت دیپلومات داشت، هر کس به اون راه دست نمیداد که در راه کدام جای مرا پلیس از اونا پیاده کنه یا یک کسی دیگه. باز پلانشان همونطور بود که مرا اینا میبرن طرف دوغارون، از دوغارون طرف افغانستان و فشارم از طرف کابل بود، سراج الدین حقانی، و فشارم بالای سفارت ایران و سفارت ایران اینجا به اینا گفته بود که اونا فکر کرده بود که کاریسا محمدی مثل که مثلا افغان ها از اینجا دیپورت میشن و اونجا میرن، اسناد ندارن، پاسپورت ندارن، حق ما میشه که ایران ببریم. بعدم که فهمید که من پاسپورت همه چیز من درست هستم و فکر کرده بودن که یک افغان عام است که یک قصر و صدا بلند نمیشه. بعدم که فهمیدن که ما الحمدلله فعال هستیم به خاطر عدالت در افغانستان، به خاطر اخوت و برادری و مساوات در افغانستان، ما صدای حق بلند کردیم در برابر یک نظام فرعونی و اینمی سبب شده که ما الحمدلله در بین مردم خود محبوبیت داریم، مردم ما دوست ما داره، برای ما تمام ملت افغانستان، تمام اقوام افغانستان، تمام مذاهب افغانستان محترم هستند، مکرم هستند و ما دوستشان داریم. بعد از اینکه مسئولینی که در اونجا بودن در صفحات اجتماعی، میدیا و تلویزیون ها دیدن، در رسانه ها که صدای مردم زیاد بلند شد، بعد از اونا هم یک کمه که فهمیدن که در اینجا طالبا از غلو یا از افراد کار گرفتن و در باره ما که چیزی به اونا گفتن کنشان دروغ گفتن و طالبا در اینجا کوشش میکردن که مسئولین مشهد هم اغفال بکنن و در اینجا سوء استفاده بکنن و الحمدلله ناکام شدن.